سلام، با خبر شش خوش آمدید. امروز شنبه 19 ماه سرطان سال 1400 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. پیشروی های نیروهای امنیتی در دو ولسوالی. می جنگیم در مقابل دشمن، نمیمانیم که دشمن سر مردم ملت غزنی یا تمام افغانستان ظلم کنه. ادامه مذاکرات سال در دو هفت. جلسات یک شب در میان بین دو طرف دایر میشه و صحبت روی اساسی ترین موضوعات مورد بحث دو طرف صورت میگیره. ادعای رئیس جمهور غنی درباره بیرون ساختن امریکاییان از افغانستان. آیا امریکاییان به پیزت دخواب نوو استل کنن؟ کمرز ما اویلی چه دوی پاتیسی؟ آغاز روند تطبیق واکسین جانسن و جانسن در کابل. و خواست هایتی برای حضور نظامیان سازمان ملل متحد در این کشور. مشروع خبرها. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه میگوید که از چند روز بدین سو پنج نشست میان گروه های تماس هیئت های دو طرف برگزار شده. اعضای این هیئت میگویند که در این پنج نشست درباره قانون اساسی، آتش بس، نقشه راه سیاسی، مشارکت سیاسی و دوره گذار بحث شده. از سوی دیگر فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید که از پیشروی های طالبان شگفتی زده شده، اما تاکید می‌ورزد که مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد و برای از میان برداشتن آن نیاز به یک راه حل سیاسی است. حسیب تکپال گزارش می‌دهد. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که نزدیک به 10 روز است که بحث های جدی درباره مسائل گوناگون میان گروه های تماس هر دو هیئت مذاکره کننده در دوحه آغاز شده است، اما طالبان در این باره چیزی نگفتند. این جلسات یک شب در میان بین دو طرف دایر میشه و صحبت روی اساسی ترین موضوعات مورد بحث دو طرف صورت میگیره. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در گفتگو با BBC جهانی میگوید که از پیشروی های طالبان در میدان جنگ شگفتی زده شده است. خلیلزاد در پاسخ به این پرسش که اگر طالبان بخواهند کابل را بگیرند امریکا مداخله خواهد کرد یا نه، میگوید که طالبان تعهد کردند بر مرکزهای ولایت ها حمله نمی کنند. طالبان می دانند که نیاز دارند همچون بخش از آینده افغانستان پذیرفته شوند، نه اینکه منفور باشند. تلاش برای پیروزی نظامی و حمله بر کابل و تحمیل حکومت تمام چیزهای بین المللی را که آنان می خواهند با خطر روبرو خواهند ساخت. ما حکومتی را که از راه زور در افغانستان تحمیل شود به رسمیت نخواهیم شناخت. از سوی دیگر انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با همتایان پاکستانی و قطریش درباره صلح افغانستان گفتگو کرده و بر ادامه همکاری های این کشورها برای آمدن صلح به افغانستان تاکید ورزیده است. پاکستان سره تفاهم نه غیر په افغانستان کې د سولې د ټیکاو او د ثبات راوستل ناممکن دي. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که بر بنیاد گفتگوها با ناتو و آمریکا انقره تأمین امنیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را بر عهده خواهد گرفت. وزارت دفاع ملی از پاکسازی کامل ولسوالی علی آباد کندز و پزگیری مرکز ولسوالی یفتل بدخشان خبر می دهد. در همین حال منابع محلی می گویند که ولسوالی های سرخ پارسا و شیخ علی در پروان، شورابک در کندهار و علی شنگ در لغمان در کمتر از 24 ساعت گذشته به دست طالبان افتادند. از سوی دیگر باشندگان غزنی می گویند که افزایش حمله های طالبان بر این شهر آنان را نگران ساخته. با این همه رئیس جمهور طالبان را مسئول ادامه خشونت ها می داند و می گوید که روزانه 200 تا 600 تن در جنگ ها در کشور کشته می شوند. خالد نگزاد گزارش می دهد.
پس از افتادن مرکزهای چندین ولسوالی غزنی به دست طالبان، خبر می رسد که نبردها در بخشهای از حوزه اول، پنجم و ششم شهر غزنی ادامه دارد. باشندگان غزنی رسیدن جنگ تا مرکز این ولایت را نگران کننده می دانند. خیلی پریشانی را بخش مردم پیش کرده، کاروبار خوب نیست، گوشنگی را بخش مردم پیش کرده. امیدوار هستم که دولت مرکزی در ارتباط توجه داشته باشد، نیروی خود را اشار اضافه کند. اما نیروهای دولتی اطمینان میدهند که جلو رسیدن طالبان را به شهر غزنی میگیرند. د خپل وطن دفاع او دفاع داسې کیږي چې لکه څنګه چې تاسو کړی تر اوسه همیشه آمادګي ولرئ، همیشه د هر چا چانټه د سر ته ایشي. می جنګیم د مقابل دشمن، نه میمانیم که دشمن سر مردم ملت غزنی یا تمام افغانستان ظلم کنه. در همین حال منابع محلی از افتادن مراکز ولسوالی های شیخعلی و سرخ و پارسا در پروان، علیشنگ در لغمان و شورابک کندهار در کمتر از 24 ساعت اخیر به دست طالبان خبر می دهند. فشار بسیار زیاد بود سرشان که ناگزیر شدن با مخالفین یک لبه گفتند، ولسوالی ها را نیروها تسلیم کردند و خودشان برآمدن. پاکسازی کامل ولسوالی علی‌آباد در کندوز و نیز پسگیری ولسوالی یفتل بدخشان از پیشروی های تازه نیروهای دولتی هستند. موش پر دیر خوی مرال سر ووز هم پر دیر بندی لگیایو چی در نوری کلی چی مرد لاس ووتلی در مرد تصرف سخن ووتلی در غارو بر تاقا کلی هم تصرف کراولو. در همین حال رئیس جمهور غنی طالبان را مسئول ادامه خشونت ها می داند. دوزخ به دروازه در ادلی کنه. کدا هر اورس 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت افغانان ملسی ایده گچ چاترسی. وزارت دفاع ملی میگوید که در یک شبانه روز گذشته در عملیات های نیروهای دولتی در بخش های از کشور بیش از 190 طالب کشته و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. اما طالبان وارد شدن این همه تلفات را به افرادشان رد میکنند. رئیس جمهور غنی میگوید که طالبان باید بگویند که برای چه کسی می جنگند. رئیس جمهور می افزاید که اگر طالبان برای افغانستان می جنگند باید تعهد کنند که خط دیورند را همچون مرز رسمی نمی پذیرند، چهار راه افغانستان را به یک راه تبدیل نمی سازند و به نوکری پایان می دهند. آقای غنی به طالبان می گوید که بی اتفاقی بی نتیجه است و کنون با خروج نیروهای خارجی از افغانستان این گروه باید به میز مذاکره برگردد. طالبان تا کنون به این سخنان رئیس جمهور واکنش نداشتند. حسیب تکپال گزارش می دهد. رئیس جمهور غنی که پیش از چاشت روز شنبه در یک گرد همایی مردمی در خوست سخنرانی می کرد، می گوید که اگر طالبان برای افغانستان می جنگند باید تعهد کنند که خط دیورند را نمی پذیرند. تاسی راستی یا تو پختنی وکیل طالبان لملای چاد پارا جنگی که افغانستان دی پارا جنگی که یا غوالی سید افغانستان دی نور الله اسلام دی راستی تا افغانستان بانده مینی ما سرش منو که چی دیوران کرکم نده منلی ما سرش منو که چی افغانستان لطالور لاری نه بیا بیا لاری نه بدلوی ما سرش منو که چی در افغانستان و به خلق بانده نخرسوی. رئیس جمهور غنی در این سخنرانیش خطاب به طالبان میگوید که از بی اتفاقی دست بردارند و حالا که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون میشوند به میز مذاکره برگردند. آقای غنی میگوید که او نیروهای آمریکایی را آبرومندانه از افغانستان خارج ساخته است. آیا امریکایان می پیزت لده خور نو استل کنه کمرز ما او ویلی چه دوی پاتیسی او کالا مخ که مدر تنو ویلی چی ووزی دو کالا مخ که ولسمشر ترامپ تاونه لیکل چی ووزه. رئیس جمهور به این باور است که آنچه که او برای صلح انجام داده است در درازای تاریخ افغانستان کسی نکرده است. او هشدار می دهد که هر کسی که نظام را از درون تخریب می کند دیگر قابل تحمل نیست. نیروهای ایالات متحده آمریکا در کل نیروهای ناتو بر اساس توافقنامه دوحه از افغانستان بیرون شدن، توافقنامه‌ای که طالبان ادعا داره که با اونا امضا شده در واقع.
رئیس جمهور غنی در این سفر به خوست میدان هوایی بین المللی این ولایت را افتتاح کرد. این میدان هوایی با هزینه 900 میلیون افغانی ساخته شده است. پس از بیرون شدن نیروهای آمریکایی از بگرام، بزرگترین پایگاه نظامی در شمال کابل، ارتش تدابیر امنیتی را در این پایگاه بیشتر ساختند. وزارت دفاع ملی میگوید که از پایگاه بگرام برای عملیات‌های ضد هراس افغانی استفاده می‌شود. شمار از باشندگان پروان میگویند که با حضور 20 ساله آمریکا در بگرام تغییر در اوضاع افغانستان به میان نیامده، نیاز است که طرف‌های درگیر جنگ برای رسیدن به صلح تلاش ورزند. خالد نگزاد گزارش می‌دهد. چندین سال می شود که جاوید در نزدیک بگرام بزرگترین پایگاه پیشین نیروهای آمریکایی رستوران دارد. با وجود دشواری ها به فردای بهتر امیدوار است و انتظار دارد که با بیرون شدن نیروهای خارجی دیگر بهانه برای ادامه جنگ در کشور وجود نداشته باشد. ما می خواهیم باید که امیکلان های ما بین خود بشینن یک سال کنند که وطن آرام شود. امیدید تا که در جنگ جدل پیش برید. باشندگان بگرام میگویند که حضور 20 ساله نیروهای خارجی در زندگی آنان و نیز اوضاع افغانستان تغییری به میان نیاورده است و با بیرون شدن نیروهای آمریکایی طالبان و دولت باید برای صلح تلاش کنند. با رفتن آمریکایی‌ها طالبان دیگه حق جنگ ندارند. جنگ بشر نداره فعلا. اگر میخواستند صلح در وطن ما بیا بسیار آسان و زود میآمد، مگر هم اینها به خاطر منافع شخصی خود یا آمده بودند. هرچند یک روز پس از بیرون شدن آخرین سرباز آمریکایی از یک حمله طالبان بر این پایگاه جلوگیری شد، اما نیروهای ارتش اینجا برای پاسخ به هر گونه تهدیدهای احتمالی دست به مشه هستند. تا یک قدر خون داریم از وطن، خاک، ناموس خود دفاع میکنیم، میدان هوایی بگرام هم دفاع میکنیم. امنیت در بگرام دپاره از دلتا پزشوی است و از دلتا پزشوی است و انشالله چیز دیز امنیت و دیز صحیح امنیت هم نیوله ده. وزارت دفاع ملی میگوید که تا آینده نزدیک از این پایگاه فعالیت‌های ضد هراس افغانی آغاز خواهد شد. از پایگاه نظامی بگرام به منظور قویترین محل سوق اداره، جهت مدیریت جنگ و جابجایی واحدهای دومی بخشای قوای هوایی و قماندانیت سیه استفاده میشه. بگرام بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان بود. آمریکاییان دو دهه جنگشان را در برابر طالبان و القاعده از چندین پایگاه با ویژه بگرام به پیش بردند، اما جنگ هنوز هم پایان نیافته است. هم اکنون حدود 20 ولایت گواهی نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان است. روند تطبیق واکسین آمریکایی جانسن امروز در کابل آغاز شد. وزارت صحت عامه میگوید که روند تطبیق این واکسین در برخی از 11 مرکز در شهر کابل آغاز شده. واکسین جانسن و جانسن تنها یک دوز دارد و از سوی برنامه کوواکس سازمان جهانی بهداشت به افغانستان کمک شده. پزشکان تاکید می‌ورزند که مردم برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا باید واکسین بگیرند. فریبا سادات گزارش می‌دهد. بیژن که در موج نخست و سوم ویروس کرونا بیماری کووید 19 را سپری کرده است، از نخستین دریافت کنندگان واکسین آمریکایی جانسون و جانسون در کابل است. امروز خواستم که بیاید واکسین کنم، چون یک خوبی از واکسین ای است که یک دوز می باشند و همچنان موثریتش بالا می باشند. شماری از شهروندان کشور که برای گرفتن واکسین به شفاخانه صحت طفل اندراگاندی آمدند، از مردم میخواهند که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا واکسین بگیرند. بیاین با آرامی واکسین کنن. مردم ترس بیمه ناک میکنه که ما تب میکنیم، لرزه میکنیم. فیصدی تب و لرزه بسیار در اشخاص کم دیده میشه. کسایی که نمیخواین واکسین بگیرن، توصیه به اونایی است که فعلا خوب چانس است برشان، بیاین بگیرن و در مقابل مرض مهلک و کشنده کرونا یک معافیت به خاطر خود ایجاد بکنند. در این مرکز تطبیق واکسین کرونا روزانه نزدیک به 300 تن واکسین را دریافت میکنند. عملا ما تطبیق را شروع کردیم. خوشبختانه مردم دارن میاین و کسایی که هیچ واکسین نگرفتن این واکسین میگیرن و این واکسین یک دوز است. 100% موثریت در بستر نشدن مریضا به شفاخانه دارن و 100% موثریت در جلوگیری از مرگ میره از داره.
وزارت صحت‌عامه میگوید که شهروندان میتوانند در 11 مرکز در شهر کابل به شمول شفاخانه صحت طفل اندراگاندی، شفاخانه جمهوریت، شفاخانه استقلال، کلینیک صاحبی ادخیل، شفاخانه 102 بستر خیرخانه، شفاخانه 100 بستر دشت برچی، پولی کلینیک مرکزی، شفاخانه احمدشاه بابا، شفاخانه صاحبی سرکوتل، شفاخانه تنیکوت و شفاخانه افغان ژاپن این واکسین را دریافت کنند. یگانه راه ایجاد معافیت کلی تطبیق واکسین است. بنابراین مردم تشویش حراسی نداشته باشند و دل آرام میتونند واکسین تطبیق بکنند. در شبانه روز گذشته بیماری کووید 19 جان 86 تن را گرفته است و ابتلای 813 تن دیگر به این بیماری تشخیص شده است. ادامه خبرها. حکومت هایتی از سازمان ملل متحد و امریکا خواسته که نیروهایشان را به این کشور بفرستند. هایتی که رئیس جمهورش به روز چهارشنبه هفته پیش از سوی یک گروه به قتل رسید میگوید که برای حفظ زیرساخت‌های بنیادی و تأمین انتخابات‌های دو ماه آینده این کشور به نیروهای خارجی نیاز دارد. همزمان با این کولومبیا و امریکا که ظاهرا شهروندانشان اعضای این گروه قاتل بودند میگویند که در بررسی ها درباره این رویداد به هایتی کمک خواهند کرد. شهروندان بیمناک هایتی که پس از کشته شدن رئیس جمهوری این کشور در خانه‌اش به سفارت آمریکا پناه بردند. برخی از این مردمان با بایک هایشان آمدند و می‌خواهند از هایتی بروند. تلاشی که روشن نیست موفقانه خواهد بود یا نه. نمی توانم بخوابم. به این علت به سفارت آمریکا آمده ایم که می ترسیم. در شهر تیراندازی می شود اما نمی دانیم که کیست. من خانه را ترک کردم و بازگشتن نمی توانم. از خانواده ام هم خبر ندارم. در این اوضاع هایتی از سازمان ملل متحد و ایالات متحده خواست است که برای حفظ زیرساخت های حیاتی نیروهایشان را به این کشور بفرستند. هایتی میگوید که یکی از هدفهای دیگرش از آمدن نیروهای آمریکایی و سازمان ملل به این کشور تامین امنیت برای برگزاری انتخابات های ریاست جمهوری و پارلمانی تا دو ماه دیگر است. ایالات متحده با مقام های هایتی و همکاران بین المللی مان در ارتباط است تا پس از کشته شدن رئیس جمهور این کشور به مردم کمک کند. در پاسخ به درخواست کمک امنیتی به حکومت هایتی، ما مقام های بلندپایه پلیس فدرال و وزارت امنیت داخلی را به پورت آو پرنس می فرستیم تا اوضاع را بررسی کنند و ببینند که چگونه می توانیم کمک کنیم. به گفته مقام های هایتی 26 تن از اعضای گروهی که رئیس جمهور این کشور را به قتل رسانیدند شهروندان کولومبیا هستند. کولومبیا میگوید که در بررسی ها درباره این رویداد به هایتی کمک میکند. چند خبر کوتاه از جهان. حکومت پاکستان میگوید که میخواهد با قبایل ناراضی در ایالت بلوچستان این کشور گفتگو کند. عمران خان از نمایندگان بلوچستان در پارلمان این کشور خواسته است که برای ایجاد فضای همگرایی در این ایالت بکوشند. این ایالت از سالها به این سو گواه خشونت‌ها و نبردهای گروه‌های جدایی طلب با حکومت پاکستان است. اداره تنظیم امور دارویی کیوبا میگوید که واکسین ابدالا برای کارگیری اضطراری تایید شده است و اکنون در این کشور در حال تطبیق است. به گفته مقام‌های کیوبایی این واکسین بیش از 92% اثرگذاری دارد و شاید به بیرون از این کشور نیز صادر شود. پدران و مادران دانش آموزانی که از سوی گروه های مسلح در نایجیریا ربوده شدند برای رهایی آنان گرده هم آمدند. بیش از 120 دانش آموز نایجیریایی روز دوشنبه گذشته از یک مکتب شبانه روزی در ایالت کادونای این کشور ربوده شدند. ادامه خبرها. نمایندگان بخش خصوصی در هرات میگویند که با بیرون شدن اداره گمرک اسلام قلعه و بندر ترغونی از دست حکومت، صدها موتر حامل کالاهای بازرگانی در این گذرگاه به سرنوشت ماندند. در همین حال مقام های محلی هرات میگویند که تلاش های نیروهای امنیتی برای پسگیری گمرک اسلام قلعه و بندر ترغونی ادامه دارند. وزارت مالیه میگوید که بیرون شدن اداره گمرک اسلام قلعه و چهار گمرک دیگر کشور از دست حکومت پیامدهای منفی بر اوضاع اقتصادی کشور داشت. نصیر احمد صالحی در این باره از هرات گزارش فرستاد.
سه روز می شود که گمرک اسلام قلعه و بندر تورغوندی هرات در تسلط طالبان هستند و فعالیت های بازرگانی در این گذرگاه متوقف است. فعلا سرمایه های سکتور خصوصی تجار و سرمایه گذار در هر دو بندر بلا تکلیف هست. مسئولین گمرک اسلام قلعه و تورغوندی متواری شدن. سرنوشت از او کانتیدرا نامعلومه که تا مرایل گمرکی میشه نمیشه. واقعا جامعه تجارت و سرمایه گذار بابت از این خیلی نگران است. وزارت مالیه میگوید که با از دست دادن اداره گمرک اسلام قلعه و چهار گمرک دیگر کشور درآمدهای حکومت کاهش یافتند. فعلا همکاران ما در ایدو گمرک حضور ندارند تا از جمهوری عواید جزئیات آن را با رسانه شریک بسازیم. تاثیرات منفی مستقیم از اول به بازار هرات و بازاری را تاثیر بدی کنه به بازار کل افغانستان داره. مقام های محلی هرات میگویند که برای پسگیری گمرک اسلام قلعه و بندر تورغوندی از نزد طالبان به زودی اقدام می شود. به ما گمرک اسلام قلعه و تورغوندی اولویت است که برنامه داریم به خاطر حل مشکل. گمرک اسلام قلعه از گمرک های بزرگ و پردرآمد کشور شناخته می شود. بر بنیاد آمارهای ریاست گمرک هرات این گمرک ماهانه بیش از 1 میلیارد افغانی به حکومت درآمد داشت و روزانه بیش از 200 موتر حامل کالاهای بازرگانی از راه این گمرک وارد کشور می شد. مسئولان ورزش سمنگان می گویند که کار ساخت یک ورزشگاه معیاری فوتبال در این ولایت 40% تکمیل شده است. این در حالی است که پیش از این بازیکنان از نبود ورزشگاه معیاری فوتبال در این ولایت بارها شکایت داشتند. داستین پویریر آمریکایی و کانر مکگرگور آیرلندی برای سومین بار بامداد فردا در رقابت‌های UFC 264 در ایالات متحده آمریکا به مسافه هم می‌روند. در دیدار رده‌بندی رقابت‌های کوپا آمریکا 2021، کولومبیا با پیروزی در برابر پیرو همچون به مقام سومی این رقابت‌ها دست یافت. قرار است دیدار پایانی این رقابت‌ها از 4:30 بامداد فردا به وقت افغانستان میان تیم‌های برزیل و ارجنتین با تقابل لیونل مسی و نیمار در ورزشگاه ماراکانای برزیل برگزار شود. با توجه به خبرهای این ساعت تشکر، خدا نگهدار.